داداش، اینجور که معلومه وضعیت فوق اضطراریه، بدبخت شدیم. نمیخوای بگی برای چی اینجاییم عزیم سلطان؟ اول آب نباتاتونو بخوریم، بعدم دستتونو بیارین گلاب بریزم. باشه. آب نباتمونو خوردیم مامان بزرگ، گلابو بیخیال شو، قرار داریم میخواییم بریم بیرون. حالا که انقدر اصرار میکنی باشه قبوله، مگه نداداش؟ ندونسته خطایی ازمون سرزده؟ نه خیر، بزرگترین خطا رو من کردم که وقتی درستون تموم شد زنتون ندادم. من کردم، من بله. منو بگو فکر میکردم از بحث در مورد عروسی و نوه خلاص شدیم، ولی زهی خیال بازی. حرف بی خودی نزن جناب دروک خان. یعنی من به عنوان مادر بزرگ حق ندارم نوه هامو بغل بگیرم؟ ما که هستیم. شما فرق میکنین. آخه چرا مامان بزرگ؟ مگه ما نباید نیستیم؟ ببین چه جوری خودشونو به اون را میزنن خنگای خدا. مامان بزرگ، من از طرف خودم حرف میزنم. من هفت روز هفته دارم برای رسیدن به این هدف تلاش میکنم، تو به فکر مراد باش. ساکت، تو منو مسخره کردین این وجبی. بس دیگه، چقدر گل جمع میکنین؟ دیگه وقتش عسل درست کنیم. مامان بزرگ، وقتی اینجوری میگی من احساس میکنم واقعا یه زنبور عسلم. تو زنبوری اما نه زنبور عسل. تا وقتی داداش بزرگتر هست نوبت به من نمیرسه، درسته؟ هرچی باشه ازدواج باید نوبت به نوبت برگزار بشه. مامان بزرگ، نمیخوام ناراحتت کنم اما در این مورد حرفامو زدم. من اعتقادی به تشکیل خانواده ندارم. آره، روحیات من با عشق و عاشقی جور در نمیاد، بهتره رو دروک سرمایه گذاری کنین. ببینین سر تا پاتونو گلاب میپاشم. بی ادبا. چون هم مر شد. امینه، این پسره رو نگاه، خیلی خوبه به خدا، معماره، خونواده هم داره. دختره که نمیخواد برگرده، اگه نتونست کار پیدا کنه حداقل شوهرش میدیم همینجا میمونه. نظرت چیه؟ ویل کن فهمه تو رو خدا. نمیدونم والا، پای تلفن که گفت کار پیدا کردم، البته من باور نکردم. تو شهر خودمون شوهر براش بهتر پیدا میشه. این پسره رو نمیشه از دست داد، خیلی با شخصیته. نگاش کن اون اینه کو بده ببینم. ببین خوبه، بعدکم نیست. باشه، آشنا بشن ببینیم چی میشه. آره دیگه، منم همینو میگم. به خدا هر کسی اینو نپسند خنگه. خدا نکشد دختر. واسه چی میخندی؟ توبه، استغفر الله. پسر خوشگلی. پسر زوم کنم ببین. به چی میخندی؟ به تو دیگه. خیلی جذابه. من فقط میخواستم یه کار پیدا کنم، همین. نمیخواستم با دوز و کلک استخدام بشم. حالا باید چی کار کنم؟ جعل کردن اسم و فامیل دیگران از 5 سال حبس شروع میشه. فقط گفته باشم که کارو زندگی دارم، هر روز نمیتونم بیام ملاقاتت عزیزم. من میام دوستم، نگران نباش. اصلا اگه لازم باشه ساعتای استراحتم از خواب میذارم و حتما میام ملاقاتت عزیزم. برات لباس تمیز و کتاب و این چیزا میارم، میگن اینجوری خیلی زودتر میگذره. میشه مسخره بازیو بذارین کنار رو یه کمکی کنی؟ چی کار کنم آخه؟ به حیات بودن ادامه بدم یا یکی دیگه بشم؟ به نظر من که اشکالی نداره حیات جون، میری زندان بعدش هم آزاد میشی، ولی وقتی برگردی پیش خانواده‌ات تا آخر عمر تو خونه زندانی میشی عزیز دلم. من که میگم باید رو راست باشی. فردا میری شرکت بهشون میگی من سونا نیستم. بگو من سونا نیستم. اگه صادق باشی و همه چی رو و راست بهشون بگی، 100% کارو میدم به خودت. چرا؟ چون که صادقی. دقیقا. یه مدالم این دازن گردن شاستری جون. آره دیوونه نشو حیات، باید حتما به جای سونا بری سر کار، وگرنه خاله امینه جون بسته بندیت میکنه میبردت. حالا مگه چی شده عزیزم؟ میتونی یه کار دیگه پیدا کنی، قطعی کار که نیست.
ول کن بابا، تازه خاله امینه آدم خیلی منطقیه. شهرتونم خیلی جای با صفاییه. اوف، من نمیخوام برم زندان، نمیتونم برگردم شهرستان. از اون طرف اصلا دلم نمیخواد با اون پسر از خود راضی یه جا کار کنم. اوف. دختر جون، الکی الکی کار به این خوبی پیدا کردی، فردا باید بری شروع کنی. دیگه چی میخوای تو؟ ها، من که سردر نمیارم. بیا بریم واسط لباس بخریم. میشه صورت حسابو بیارین لطفا؟ داداش، دستیارت چی کار کرد؟ کارشو شروع کرد یا نه؟ ازت ممنونم که دوباره این اتفاق مبارکو بهم یادآور شدی. تو هم که اصلا شوخی حالیت نیست. دلم میخواست خودم دستیارمو انتخاب کنم، ولی خب متاسفانه دستور از بالا رسیده. داداش انقدر گندش نکن. تفلک بابا بعد از این همه سال یه چیزی ازت خواسته ها. مسئله بابا نیست، دختر است. اونم نه یه مسئله عادی. اولا که فکر کنم عقلش سر جاش نیست. حرفای نامربوط میزنه، یه پرخاشگری خاصی تو رفتارش، اصلا تعادل رفتاری نداره، خیلی عجیبه. چقدر خوب داداش، خیلی بهت میاد. نیمه گم شدته. ولی نگفتی خوشگله یا نه؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نمیدونم، به اون چشم نگاه نکردم. خیلی خوب، حالا با چشم خریدار بگو ببینم طرف خوشتیپه یا نه؟ خوشتیپه که باشه. من تو فکر چیم؟ شما تو فکر چی آخه؟ به نظر من که اصلی راست میگه. تازه این روزا پسرای خوشتیپ خیلی کم یا بند دختر. اگه خدا بخواد نامزد میکنی، با نامزدت میری شهرستان ها؟ چی آخه میگی نامزد؟ من حتی قبول نمیکنم نوکرم شه. تازه از این آدمای بد اخلاق خوشم نمیاد. خیلی اخموئه. به شدت لوسه. خیلی از خود راضیه. دیوون است بابا. خیلی مستبده. آخه خوشگل بودنش به چه دردم میخوره؟ حالا چی کاره هست؟ میخوای چی کاره باشه ها؟ پادوی رئیسه دیگه. امروز تو آسانسور دیدمش، میگه اینجا محل کارمه. منم کم نیاوردم، گفتم محل کار منم هست. بهش گفتم من دستیار رئیسم. وای، خوب گفتی. یعنی چی؟ یعنی به دختره نگفتی رئیسی؟ فرصت نشد بگم. پس بگو فردا میخوای بمب منفجر کنی. ای خدا، درد سرای امروزم تمومی ندارم. کیه مگه؟ چیدم. چرا جواب نمیدی؟ چون حرف حالیش نیست. فهمیده امشب مردونه اومدیم بیرون، میخواد را بیفته بیاد. داداش این که ناراحتی نداره، بده من ردیفش میکنم. چه خبر چیده؟ منم خوبم. اتفاقا داشتیم حرف تو رو میزدیم. الحق که خیلی حلال زده ای. آره رسیدیم، الان داریم میریم تو. خب تو هم پاشو بیا. داداشم خیلی ناراحته، میگه یه وقت دیر نیا. یا باشه 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 عزیزم، میبوسمت، خداحافظ. سلام رسوند. گفت اصلا نگران نباش، الان میام. به خاطر همه کمکایی که بهم کردی ازت ممنونم داداش. به خاطر اینکه امروز صبح نذاشتی بخوابم بی حساب شدیم. اگه از من